جلسه علنی امروز مجلس با حاشیه های هم همراه بود. تقدم میکنم از ناطق بعدی جناب آقای علی مطهری، نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیراناد، اسلامشهر و پردیس. در خصوص وحدت اسلامی متاسفانه پیشرفت چندانی نداشته ایم، بلکه پسرفت داشته ایم و دشمنی ها بیشتر شده است. علت اصلی آن این است که بیشتر حرف میزنیم و کمتر عمل میکنیم. وقتی از وحدت اسلامی سخن میگوییم اما اجازه ساخت یک مسجد در تهران را به اهل تسنن نمیدهیم، روشن است که دلها به هم نزدیک نمیشوند و آنها نیز در مکه و مدینه تلافی میکنند. تأثیر تندروهای دو طرف نیز آشکار است. از آن سو شیعه را مشرک مینامند و مبارزه با او را مقدم بر مبارزه با کفار معرفی میکنند و از این سو برخی مداحان صرفا بر طبل تفرقه میکوبند و حتی در ایام رحلت یا میلاد پیامبر اسلام به جای آن که از مناقب آن حضرت بگویند از مصائب حضرت زهرا و مسائل تفرقه انگیز میگویند، در حالی که همه میدانند در نهم دی سال 88 مردم با قطع نظر از تخلفات دو طرف فتنه به دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی پرداختند. اگر بخواهیم روز نهم دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم، دیگر یوم الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود. تذکراتی به دولت دارم. یک، بهتر بود دولت محترم در مسئله برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به جای مجادله با مجلس و ایجاد تنش در کشور صداقت به خرج میداد و به اشتباه بانک مرکزی و سپس تلاش برای جبران آن اعتراف و سپس عذرخواهی میکرد. سال گذشته وزیر کشور به خاطر جدی نگرفتن مسئله عفاف و حجاب از مجلس کارت زرد گرفت و به او هشدار داده شد که از رسمیت یافتن پوششی به نام ساپورت در خیابان‌ها جلوگیری کند، اما وی این امر را به شوخی برگزار کرد و امروز شاهد رواج آن هستیم. این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی. تشکر. من آقای مطهری دیگه آیان اجازه بدن، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، دوستان اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، دوستان اجازه، دوستان یه لحظه اجازه بفرمایید. آقای دکتر جنبندی کنید، شما بفرمایید، بیدیدش بفرمایید. اولا که وقت من 2 دقیقه باقی مانده، بفرمایید. و جناب آقای ابو ترابی هم بهتر بود که بعد از نطق من این صحبت رو میفرمایید. نه آخه شما صحبتی میفرمایید که اصلا انضباط مجلس رو به هم میریزه. نباید به هم بریزه. نه باید رعایت بشه. شما باید در مذاکرات و صحبتتون طوری صحبت کنید که انضباط جلسه حفظ بشه. بفرمایید. 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 هر کسی آزاد نظر خودش رو اعلام کنه. در جلسه علنی مجلس هنگام نطق آقای مطهری مجلس دقایقی متشنج شد. این نماینده مجلس در بخشی از نطقش برنامه‌های رسانه‌ها و صدا و سیما را در بزرگداشت از حماسه یوم الله نهم دی 88 تفرقه انگیز خواند و این نوع نگاه را باعث تبدیل یوم الله نهم دی به یوم شیطان نامید. اگر بخواهیم روز نهم دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم، دیگر یوم الله نخواهد بود بلکه یوم شیطان خواهد بود. این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی امنیت ملی گفت حصر خانگی سران فتنه برخلاف امنیت ملی است و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی می‌داند.